سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی عادی سازی روابط با چند کشور عربی را نشانه ضعف اسرائیل خواند. او در سخنرانیش به مناسبت روز قدس گفت که عادی سازی رابطه اسرائیل با چند کشور که آنها را ضعیف و حقیر توصیف کرد به اسرائیل کمکی نخواهد کرد و آن کشورها نیز از این رابطه بهره نخواهند برد. خامنه ای این اقدام را خنجری از پشت به فلسطین خواند و از رهبران مذهبی مسلمان و مسیحی خواست که عادی سازی روابط با اسرائیل را حرام اعلام کنند. همزمان یک مقام رسمی عربستان سعودی مذاکرات این کشور با جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد. این مقام عربستان سعودی میگوید هدف از مذاکرات بین ریاض و تهران کاهش تنش‌ها در منطقه است و ریاض خواهان مشاهده اقدامات قابل تایید است. وزیر خارجه قطر نیز خواهان انجام گفتگو میان ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شده است. در همین حال وزیر خارجه فرانسه از ایران خواسته است اقدام‌های لازم برای بازگشت به تعهدات برجامی خود را عملی کند. در این برنامه دیدگاه با نگاه به سخنرانی علی خامنه‌ای به مناسبت روز قدس، آخرین تحولات سیاست خارجی ایران در منطقه را در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه برایتون از انگلستان بررسی می‌کنیم. آقای متین، خامنه ای عادی سازی روابط با اسرائیل رو حرام توصیف کرده. فکر میکنید از چنان جایگاه مذهبی در خاورمیانه برخوردار هست که این فتوا تأثیرگذار باشه؟ من فکر کنم از لحاظ مذهبی که خب لفظ فتوا از اون حکایت میکنه، این خیلی موثر نخواهد بود به دو دلیل عمده. یک دلیلش این است که خب آیت الله خامنه ای یک فرد روحانی شیعه هست، در حالی که اکثریت قریب اتفاق جمعیت مسلمانان خاورمیانه در کشور عربی به خصوص خب سنی هستن. از این لحاظ هیچ به اصطلاح مبنای فقهی یا مذهبی برای تبعیت از فتوای یک فرد مذهبی شیعه درشون نیست. و در کنار اون، مرجعیت آقای خامنه‌ای که همچین فتوایی رو موضوعیت میبخشه از همون روز اول انتخاب خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی مورد مناقشه بوده در میان خود شیعیان حتی منطقه، و همه شیعیان الزاماً، حتی شاید یک اقلیتی از شیعیان واقعا این رو قبول داشته باشن که بیشتر در لبنان و سوریه، تا حدودی در لبنان بیشتر هواداران حزب الله هستن که این رو قبول دارن، وگرنه بخش عمده شیعیان کشورهای عربی خارج از ایران این مرجعیت رو قبول ندارن. به این دلیل من فکر نمی‌کنم که به لحاظ مذهبی واقعا تاثیرگذار باشه، ولی خب جنبه سیاسی قضیه کم متفاوت است. پیرو همین صحبت، نگاهی که خامنه اونو در سخنرانی خودش به مناسبت روز قدس بیان میکنه تا چه حد مورد پذیرش مردم در منطقه است؟ شاید بشه گفت که تا حداقل یک دهه پیش این سخنان، این نوع نگاه به اصطلاح، نگاه مبتنی بر نابودی دولت اسرائیل و بیرون راندن یهودیان از اسرائیل، در بین حداقل بخشی از مردم کشورهای عربی، نه الزاماً دولت‌هاشون، در بخشی از مردمان کشورهای عربی شاید اقبالی داشت، به دلیل اینکه این بخش از مردم کشورهای عربی هم از دست کشورهای خود دولت‌های خودشون به دلایل داخلی و همچنین به دلیل مماشات با اسرائیل ناراحت بودند، و هم خب اون موقع هنوز وضعیت در ایران شاید به اون شکلی که الان دیده میشه از بیرون نبوده. ولی الان من فکر میکنم که این تغییر کرده. الان نه تنها دولت‌های کشورهای متعدد عربی روابطشون رو عادی کردن و تعداد این کشورها خیلی بیشتر شده از 10 سال 15 سال قبل، و مهمتر این که این عادی سازی هیچ واکنش جدی در میان مردم عادی این کشورها هم برنانگیخته، و این نشون میده که اگر در گذشته بخشی از این مردم همچنان که گفتم شاید موافق بودن با این دو گفتار خیلی شدید و لحن علیه اسرائیل، اون هم به نظر من تا حدود زیادی تغییر کرده و اینجوری نیست دیگه در سطح منطقه. همزمان با حرفای خامنه‌ای یکی از نمایندگان اون هم گفته ایران میتونه در 24 ساعت اسرائیل رو ویران بکنه. این حرفایی که با تهدید نظامی همراهه از طرف فرماندهان سپاه همینطور ادامه داره. میشه سخنان خامنه‌ای رو دارای پیامدهای نظامی علیه اسرائیل تلقی کرد؟ من بعید میدونم. یعنی این 40 سال نشون داده که مسئله فلسطین و این گفتار خیلی شدید و لحن علیه دولت اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی بیشتر جنبه این رو داشته که به دلیل محبوبیت مسئله فلسطین در میان مردمان خاورمیانه کشورهای عربی به خصوص از این استفاده
بکنن و جایگاه خودشون رو به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک مستحکم بکنن. مصرف داخلی داره اون چهره رادیکال رو در داخل برای هواداران خود جمهوری اسلامی تقویت میکنه، ولی در عمل سیاست جمهوری اسلامی بیشتر یک سیاست دفاعی دراز مدت بوده که تابعی بوده در واقع بیشتر از مشکلاتی که با آمریکا داشتن. یعنی این دیسکورس و این تجمیع امکانات برای ضربه زدن به اسرائیل در مواقع لازم غیر مستقیم، البته به خصوص از لبنان، بیشتر در واقع یک اهرم غیر مستقیم فشار بوده که ایران در روابطش با آمریکا و غرب به طور کلی ازش استفاده کرده. وگرنه خب در این یک دو سال اخیر ما می‌بینیم که در داخل ایران اسرائیل بارها و بارها به عملاً به تسلط هسته‌ای و اقتصاد ایران حمله کرده. در سوریه هر روز تقریبا بمباران می‌کنن مواضع ایران رو، ولی ایران خب واکنش آنچنانی نشون نداده. به این دلیل من فکر نمی‌کنم واقعا این سخنانی که شما بهش اشاره کردید نتایج عملی داشته باشه. آقای متین، حملات لفظی ایران علیه اسرائیل در حال جریانه، در حالی که دولت ایران داره تلاش میکنه به یک توافقی با آمریکا برسه. شما این دو روند رو متناقض نمیبینید؟ من این رو متناقض نمیبینم به دو سه دلیل. یکیش این هست که خب مسئله برجام تا اونجایی که به ایالات متحده و ایران برمیگرده، به خصوص تا اونجایی که به ایالات متحده برمیگرده، مستقیما و مشخصا فقط بر سر مسئله هسته‌ای هست. استراتژی آمریکا این هست که خب اگر تحولات هسته‌ای به اصطلاح توسعه هسته‌ای در ایران تحت کنترل در بیاد، در سطح منطقه آمریکا از این امکانات برخوردار هست که به اصطلاح حضور یا نفوذ ایران رو محدود بکنه و این دو رو از هم جدا کرده و این جدا کردن این دو اصل از سوی ایران هم برش تاکید میشه، هم پذیرفته شده. اما دو نکته دیگر به نظر من در این مربوط هست به سخنرانی روز قدس خامنه ای که در اون اولا خیلی گذرا و خیلی کوتاه به کشورهای عربی حمله کرد، اونم با عبارت اینکه کشورهای ضعیفی که با اسرائیل عادی سازی روابط کردن، از کشوری اسم نبود، از کشور خاصی و خیلی گذرا بود. اما مهمتر از اون در بخش عربی سخنان آقای خامنه‌ای بود که در اون اتفاقا در عمل از اصل به اصطلاح حل مسئله فلسطین از طریق رفراندوم دفاع کرد که این به نظر من خیلی نزدیک است اتفاقا به نظراتی که در چند سال اخیر در محافل فلسطینی و حتی محافل چپگرای اسرائیلی جریان داره که معتقدن یک رفراندوم سراسری اجرا بشه، یک دولت در واقع یک دولت واحد دو ملتی تشکیل بشه در اسرائیل و فلسطین. مقام‌های عربستان سعودی هم رسما تایید کردن که مذاکرات با ایران در عراق جریان داشته. شما فکر میکنید این مذاکرات میتونه پیامدهای مثبت فوری داشته باشه؟ من فکر میکنم که این مذاکرات خیلی بیشتر از این که ناشی از تمایل واقعا قلبی رهبران عربستان باشه و یا تغییر عمده‌ای در مواضع ایران حاصل شده باشه، بیشتر ناشی از تغییر در سیاست دولت آمریکا نسبت به خاورمیانه و جمهوری اسلامی هست که مبتنی بر احیای برجام و نوعی بالاخره تنش‌زدایی با ایران هست و عربستان هزینه به اصطلاح مخالفت با این روند رو از طرف آمریکا واقعا نمیخواد و نمیتونه تحمل بکنه. از این جهت خب یک نرمشای نشون داده شده و پیامدهای احتمالی همچین بهبود روابطی به نظر من کاملا متاثر هست از اینکه واقعا مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه برسه و اگر به نتیجه رسید ماهیت این توافق در میان مدت چه خواهد بود. اگر بعد از مسئله هسته اختلافات منطقه ایران و آمریکا ادامه پیدا بکنه، به نظر من عربستان هم انگیزه کمتری برای بهبود خیلی جدی روابطش خواهد داشت، ولی روند قضایا به نظر میرسه نشون میده که خب برجام به یک شکلی احیا خواهد شد و عربستان در این قالب میخواد با ایران روابطش رو تا حدودی عادی بکنه. آقای متین، در یک تحول دیگه وزیر خارجه قطر از ایران خواسته با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مذاکره کنه. به عقیده شما این مذاکرات چند جانبه مورد پذیرش ایران خواهد بود؟ ایران حداقل در گفتار همیشه از این که مشکلات منطقه بین کشورهای منطقه بدون حضور یا دخالت آمریکا حل و فصل بشه، بحث بشه و بر سرش بر این اصرار کرده و با تجربه این که گفتگوهای محرمانه با عربستان به طور مجزا داشتن در عراق و دولت عربستان این رو تایید کرده، به نظر من یعنی هیچ دلیل منطقی برای این که ایران این رو رد بکنه وجود نداره، چون منهای عربستان و همپیمانانش مشکل، یعنی اگر با خود عربستان که رهبر به اصطلاح گروه کشورهای عربی مخالف ایران هست مذاکره بکنه، هیچ دلیل نداره که با همون کشورها در قالب شورای همکاری خلیج فارس که اتفاقا خب قطر هم درش هست و طرفدار ایران هست مذاکره نکنه. در نتیجه من این رو فکر میکنم که شاید رخ بده اگر جدی باشن طرفین. به نظر میرسه آمریکا میخواد هر چه زودتر مذاکرات وین به نتیجه برسه. در عین حال میخوام بپرسم این لحن تنش‌آفرین خامنه‌ای در مورد عادی‌سازی روابط با اسرائیل این تردید رو ایجاد نمی‌کنه که ایران برای به نتیجه رسیدن مذاکرات جدی باشه یا نه؟ من فکر می‌کنم تأثیر آنچنانی نداره. یک به دلیل
اون مسئله که در سوال اول عرض کردم که این مسئله رو اصلا جدا کردن آمریکا و ایران، مسئله هسته‌ای رو از مسئله منطقه‌ای. دوم هم به دلیل اینکه هم آمریکا و هم اسرائیل واقعا میدونن که به لحاظ نظامی ایران در موقعیتی نیست که موقعیت به لحاظ استراتژیک اسرائیل رو تهدید بکنه، یعنی امکانات نظامی رو نداره و عملکرد ایران در رابطه با حملات اسرائیل در این ماه‌های اخیر، یک سال اخیر، نشون میده که واقعا همچین امکانی وجود نداره. ولی خب اسرائیل قطعاً از این گفتمان ستیز جانه جمهوری اسلامی و خامنه ای استفاده خواهد کرد که بر سیاست گذاری آمریکا در رابطه با ایران تاثیر بذاره، هرچند میدونن که به لحاظ محتوایی و عملی ایران قادر به این جامعه عمل پوشاندن بر این تهدیداتی که میکنه نیست واقعا. بسیار سپاسگزارم از شما کامران متین، استاد روابط بین الملل از برایتون انگلستان. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. از همراهی شما با دیدگاه سپاسگزاریم.